ساعت 7 بامداد به وقت تهران. خوش آمدید به این بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. با من رکسانا خیرکار. ابتدا سرخط خبرها. افزایش فشارها برای تحمیل حجاب اجباری، قوه قضاییه و دولت طرح حجاب را به مجلس میبرند. هشدار یک اقتصاددان سرشناس ایرانی، ایران با سرعت به سمت ابرتورم میرود. آمادگی اسرائیل برای مواجهه با وضعیت وخیم دریایی. ارتش اسرائیل میگوید برای مقابله با تهدیدات دریایی احتمالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن آماده می‌شود. و آشکار شدن تنش میان سران سه قوه. خامنه‌ای اما همچنان بر حاکمیت یک دست اصرار می‌ورزد. مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران گفته قرار است طرح حجاب به صورت لایحه از طرف قوه قضاییه و دولت به مجلس ارائه شود. او با بیان اینکه طرح جدید نمایندگان درباره حجاب در روند تصویب مجلس قرار نگرفت، اظهار امیدواری کرده که قانون حجاب بعد از تعطیلات عید فطر هر چه سریعتر آماده شود. به گفته این نماینده مجلس در مورد حجاب 32 نهاد و دستگاه مکلف به نقش‌آفرینی هستند که از این میان عمدتاً وزارت کشور و نیروی انتظامی ورود داشتند. از سوی دیگر یک وکیل دادگستری میگوید انتشار ابلاغیه وزارت کشور در مورد حجاب اجباری الزامی است. محسن برهانی با اشاره به ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته هر مسببه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست. برهانی در ادامه خواستار انتشار مسببه وزارت کشور در خصوص حجاب شده است. در هفته های اخیر به ویژه پس از پایان تعطیلات نوروزی، مقام های جمهوری اسلامی از تشدید سختگیری ها در رابطه با تحمیل حجاب خبر دادند. طرح تشدید برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند از 26 فروردین آغاز شده. با این حال مقاومت در برابر حجاب اجباری ادامه دارد. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که شماری از زنان با پوشش اختیاری در تهران گشت و گذار می‌کنند و هیچ توجهی به فشارهای دولتی ندارند. اردیبهشت 1402 ولی عصر نه به پوشش اجباری. امروز 2402 نه به حجاب اجباری. آقای نادان توجه کن، هیچکی حجاب سرش نمی کنن، الکی شلوغ نکن، نه به حجاب اجباری. و در اصفهان گروهی از دختران بدون حجاب اجباری آوازخوانی می کنند. در جزیره قش و پاساژ اطلس اردبیل نیز زنان و دختران با پوشش اختیاری به رقص و شادی پرداختند. تصاویر رو با هم ببینیم. رضایی پژوهشگر حوزه زنان و برابری جنسیتی و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خیلی خوش آمدید خانم رضایی. لایحه‌ای که در خبر بهش اشاره کردیم به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس قرار هستش که از طرف قوه قضاییه و دولت به مجلس ارائه بشه. آیا این رو
میشه به عنوان تلاش جدید حکومت، تمهید جدید حکومت برای فشار بر مخالفان حجاب اجباری تعبیر کرد؟ سلام خدمت شما بینندگانتون. ببینید اساساً کاری که امروز حکومت با تمام در واقع بازوهاش داره انجام میده یک جور در واقع آب در هاون کوبیدن، از این جهت که ما اینطور نیست که در جمهوری اسلامی قانونی برای حجاب اجباری وجود نداشته باشه. تا دلتون بخواد قانون مصوبه و در واقع بخشنامه های مختلف تو بخش های مختلف حکومت وجود داره که تحمیل بکنه این قانون ظالمانه رو در واقع به زنان ایرانی و خواهران افغانستانی شد. ولی واقعیت این هستش که همطور که گفتم این آب در هاون کوبیدنه و تأثیری نداره. اساسا هم حکومت خودش رو در قبال قانون مسئول نمیدونه، این موضوع کاملا آشکاری هست. همین حالا همطور که حقوقدانان به درستی بهش اشاره کردن، بارها و بارها برای اینکه نافرمانی مدنی زنان رو بشکنن در واقع قوانین خودشون رو زیر پا گذاشتن، یعنی به راحتی آب خورد دارن در واقع اقدامات غیرقانونی انجام میدن و از این جهت در واقع تاکید روی اینکه این اقداماتشون اقدامات غیرقانونی هست مهمه، برای اینکه بر در واقع یه نوع تمرین حاکمیت قانونه. من فکر میکنم که این اقدامات یک نوع دستپاچگی رو در خودش داره، این دستپاچگی که به نحوی در واقع حکومت مونده که چی کار باید بکنه با زنانی که هرچی بگیر و ببند میکنه به کار خودشون ادامه میدن، با مردانی که امروز تمام قد در کنار زنان ایستادن علارغم اینکه جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته سعی کرده با امتیازهایی که به مردان داده در واقع اونها رو از بدنه این خیزش جدا بکنه، به اسم غیرت، به اسم ناموس مردان رو در مقابل زنان قرار داده. ولی ما امروز داریم میبینیم که ویدیوهایی که الان خود شما هم پخش کردیم در واقع مردان جوان دارن ویدیو ضبط میکنن از زنانی که دارن نافرمانی مدنی میکنن، ازشون حمایت میکنن. این شکست رو دارن در قالب در واقع قوانین، مقررات، مسببهای مختلفی که به در واقع به اون خیلی عظیم قوانین، مقررات و مسببه های قبلی داره اضافه میشه اضافه میکنن، ولی واقعا تأثیری نخواهد داشت. این هم خانم رضایی، در ادامه صحبت های شما، ما روزانه در خیابان های ایران شاهد صدها تصویر از حضور زنان و دخترانی هستیم که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن. مردم، زن، مرد، هر فرصتی که به دست میارن شروع به رقص و پایکوبی میکنن. اما از سوی دیگه هم واقعا شاهد فشارها و تهدیدها هستیم، پلمپ‌های در واقع اماکن عمومی، رستوران‌ها، مراکز تفریحی. این رویارویی، تعبیر شما از این رویارویی چیه؟ چه اتفاقی داره میفته واقعا؟ ببینید شکستی که حکومت تو 7 ماه گذشته بالاخص خورده از جامعه ایران، از جامعه‌ای که به شدت دگرگون شده و دیگه حاضر نیست به یوغ بردگی قبل از کشته شدن ژینا مهسا امینی برگرده، داره خودش رو به این شکل نشون میده که با سختگیری های بیشتر، با در واقع پلم کردن مردم رو در مقابل مردم قرار بده. اما در مقابل این کسب و کارهایی که دارن پلم میشن، هزینه هایی که بعضی از کسب و کارها پرداخت کردن، ما هزاران و هزاران هزار در واقع کسب و کار داریم، بنگاه اقتصادی داریم که کنار زنان ایستادن و پلم هم نشدن، به این واسطه که حکومت اصلا ابزار این کارو نداره که یه جمعیت به این گستردگی رو بتونه کنترل بکنه. از طرفی هم در واقع اینطور نیست که زنان هم هیچ ابزاری برای دفاع از خودشون نداشته باشن. تو چند روز گذشته در واقع خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی، خیلی از زنان اومدن نوشتن که
بعضی از کسب و کارها بهشون فشار رو بردن که باید حجاب رو رعایت بکنید، اونا هم در قبالش در واقع خواسته بایکوت رو مطرح کردن که دیگه مثلا از این کسب و کارها خرید نکنن یا اگر رستورانی هست کسی بهش مراجعه نکنه. یا اینکه من دیدم یه کار خیلی جالبی که در توییتر بلخص اتفاق افتاده، خیلی از زنان اومدن راجع به تجربه خودشون از اینکه چطور نونشون آجر شده تو 4 دهه گذشته به خاطر گشت ارشاد، به خاطر حجاب اجباری، چطور از کار اخراج شدن، چطور به در واقع قرارهای کاریشون نرسیدن به خاطر اینکه گشت ارشاد گرفتتشون، از اینا حرف زدن و مسئولیت اجتماعی مردان رو، بلخص مردان میانسال و مسن رو که ممکنه به خاطر منافع خودشون و خانوادهشون در کنار حکومت بیستن، بهشون یادآوری کردن، که اگر که ما داریم امروز مبارزه میکنیم برای کل ایرانه، برای اینه که حکومتی سر کار بیاد که به فردیت شهروندان احترام بگذاره، حکومتی که حاکمیت قانون براش مهم باشه، حکومتی که در اون همه شهروندان از قانون برابر، از در واقع شرایط و شأن برابر برخوردار بشن، نه اینکه جمعیت عظیمی در واقع رعیت یک حاکمی باشن که ادعا میکنه که با خدا در ارتباط یا در واقع ولی فقیه از طرف خدا داره بر جامعه حکمرانی میکنه. این کارها در واقع کمک کرده به این که همونطور که گفتم مسئولیت اجتماعی جامعه بهش یادآوری بشه. مردم ایران امروز به خوبی میدونن که اگر راه نجاتی دارن همین انقلاب ژیناست، همین پایبندی در واقع به اصل پوشش اختیاری برای زنانه که فقط پوشش نیست، بلکه احترام به فردیت، بلکه در واقع احترام به شأن زن به عنوان یک شهروند برابر با مرد هست. خانم زهی خیلی ممنونم از همراهی شما. متشکرم. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی بازی فوتبال میان تیم‌های پرسپولیس و استقلال، شماری از شهروندان در بندر گناو اندیمش و منطقه ستارخان تهران با حمایت از علی کریمی نام او را فریاد می‌زنند. و زنان در تهران و سایر شهرها شعارها و جمله‌هایی در مخالفت با جمهوری اسلامی را دیوار نویسی می‌کنند. شب یکشنبه 3 اردیبهشت 1402 زن زندگی آزادی به یاد مهسا امینی عزیزم زن به پایان نزدیک است. مطمئن باشه هیچ وقت نمی‌تونه جوانه عزیزم پایمال بشه. مرگ بر جمهوری اسلامی. حامد اسماعیلیون در یک پیام توییتری خبر از حضور در نشستی در مقر اتحادیه اروپا داد و تاکید کرد پس از حضور در این نشست راهی لندن خواهد شد تا در تظاهرات روز 29 آوریل علیه سپاه پاسداران شرکت کند. او در این پیام تاکید کرده است که با حضور در راهپیمایی‌ها تلاش کرده تا از لزوم دادخواهی برای قربانیان جمهوری اسلامی و ضرورت همراهی با مردم ایران در سرنگون کردن دیکتاتوری حاکم بر ایران سخن بگوید. و رئیس پیشین سازمان بورس در گزارش هشدار داده که تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. حسین عبد تبریزی در این گزارش که توسط آکادمی اقتصادی دانایان منتشر شده 3 سناریوی احتمالی برای روند تورم در ایران را بررسی کرده. در این گزارش
بدبینانه ترین سناریو وقوع ابر تورم است. حسین تبریزی که از اقتصاددانان سرشناس ایران است میگوید احتمال وقوع بدبینانه ترین سناریو در ماهای گذشته تقویت شده. و همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم در همین ارتباط. سال 1402 از سوی رهبر جمهوری اسلامی سال مهار تورم نامگذاری شده، اما حالا زمزمه هایی از ابر تورم از سوی برخی از کارشناسان شنیده میشه. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه برای 4 سال پیاپی تورم کشور بالاتر از 40% بوده، آیا از دید شما ما باید واقعا شاهد یک ابر تورم باشیم؟ بله، پیش بینی البته بسیار دشواره، چون تورم یکی از متغیرهای نامتعینه، اما شواهد بسیاری وجود داره که تایید میکنه که اولا تورم به شکل مزمن تثبیت شده، دو اینکه فرایند اون رو به بالاست. یکی از دلایلی رو که میشه اینجا مطرح کرد مسئله شدت گرفتن پایه پولیه. مردم تلاش میکنن که فرضاً پولهاشون رو نقد بکنن و اون رو تبدیل بکنن به کالا. همین هیجان و التهابی که در بازار خودرو وجود داره و نشون میده تقاضای غیر متعارف بسیار زیاد شده برای خرید خودرو. چرا؟ برای اینکه با توجه به نگاه مصرف کننده به آینده، بله متاسفانه ارتباط رو با جناب علوی از دست دادیم. ادامه خبرها تا شاید همکاران من بتونن دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنن. امیدواریم خدای متعال این توفیق. اختلاف در یک دست در این حالت حاکمیت جمهوری اسلامی به روایت رهبر نظام، قوای سگانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، همافزایی کنند، مانع همدیگر نشند، راه رو برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر تنها 4 روز بعد از آن که در دیدار با دانشجویان به سران هر سه قوه تاخت. در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته، تا حالا پیش نرفته اونطور که باید و شاید. او که با حمایتش از تصمیم سران سه قوه در آبان 98 در مورد افزایش قیمت بنزین دستور سرکوب خونین را داد، حالا از سران سه قوه ناراضی است. خودی ترین افراد نسبت به او که در جریان 2 انتخابات مهندسی شده سالهای 98 و 1400 دست نشانده ترین رؤسای قوای مجریه و مقننه را منصوب کرد. ساعتی پس از گله خامنه ای، ابراهیم رئیسی به خامنه ای ابراز ارادت کرد، سخنانی که نشان داد او مخاطب حرفای خامنه‌ای نبوده. طرح استیضاح وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت. مهمترین چالش این روزها در درون حاکمیت استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت در روزهای پیش روست. او که 6 ماه پیش در بحبوح خیزش انقلابی مردم یک بار از استیضاح جان سالم به در برد، 9 اردیبهشت ماه قرار است بار دیگر استیضاح شود. مهمترین دلیلش افسار گسیختگی بازار خودرو با سیاست‌های متناقض وزیری است که در 2 سال گذشته در یک مورد از همه وزرا سبقت گرفته. کسی که به راحتی وعده می‌دهد و از آن راحت‌تر به وعده‌هایش عمل نمی‌کند. مقام‌های وزارت سمت تلاش کردند افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو را به افزایش قیمت دلار پیوند بزنند، اما قیمت نجومی خودروها فراتر از افزایش قیمت دلار بوده. برای مثال زمانی که دلار 41 هزار تومان بود، خودروی شاهین 340 میلیون تومان قیمت داشت، اما با دلار 50 هزار تومانی قیمتش به 750 میلیون تومان رسیده. یا قیمت پراید 111 که در روز استیضاح وزیر در آبان ماه 205 میلیون تومان بود و در عرض 6 ماه به 400 میلیون تومان رسیده. در سالی که وزیر سمت وعده داده بود سال ارزان شدن قیمت خودرو خواهد بود، پاسخ وزیر به این عددهای نجومی واقعی. من پیشنهادم اینه که مردم در مورد خرید دقت بکنن، یعنی این قیمت سازی های کاذب رو خیلی متمرکز نباشن. مجموعه فعل و انفعالاتی که باعث شد تر استیضاح فاطمی امین کلید بخورد،
پس از اعلام وصول استیضاح در مجلس، رئیس قوه قضاییه با انتقاد از فاطمی امین او را به سمت لبه پرتگاه هل داد. وزیر محترم صبر اومدن گفتند آقا ما اگر این اختیارات رو داشته باشیم، اختیاراتی خواستن، اختیاراتی به اونها داده شد، تلاش هم کردن، انصافا تولید هم اضافه شد، اما قیمت چی؟ قیمت کاهش پیدا نکرد. نکته اما اینجاست که فاطمی امین که او را ضعیف‌ترین وزیر حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی می‌دانند، برای خانواده ابراهیم رئیسی بیش از یک وزیر است. در روزهایی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس آستان قدس رضوی، یکی از کارتل‌های اقتصادی وابسته به خامنه‌ای، خودش را برای ورود به صحنه شطرنج رهبر نظام گرم می‌کرد، فاطمی امین مدیر مرکز سرمایه‌گذاری و مشارکت آستان قدس، مدیر عامل سازمان اقتصادی این نهاد و در نهایت معاون آستان قدس شد تا میزان نزدیکی او با رئیسی مشخص شود. رضا فاطمی امین مورد حمایت جمیله علم‌الهدا است، همسر ابراهیم رئیسی، که اخبار غیر رسمی از مناودات مالی او و برادرش ماجد علم‌الهدا با وزیر سمت حکایت دارد. در آستانه استیضاح وزیر سمت و منتفعان از سیاست‌های او چند خط را دنبال می‌کنند. خود وزیر سمت طرح دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را ارائه کرد تا شاید به طور ضربتی بر قیمت خودرو در بازار تأثیر بگذارد. نهادهای بخش خصوصی که از سیاست‌های انحصار محور وزارت سمت سود کلانی بردند، در بیانیه‌هایی از فاطمی امین حمایت کردند. در مقابل، اتاق فکر دولت همزمان شایعه استیضاح وزیر خارجه را با نمایندگان گوش به فرمان مطرح کرده تا این فضای روانی را ایجاد کند که ممکن است کابینه رئیسی از اکثریت بیفتد، وگرنه مشخص است که حرف زدن از استیضاح وزیر خارجه که خامنه‌ای منصوبش می‌کند و حامی نیروی قدس سپاه پاسداران است، چیزی بیشتر از شوخی نیست. همزمان سردار خانی نماینده شاهرود درباره حمایتش از فاطمی امین گفته شخص آقای رئیسی پیش حضرت آقا از فاطمی امین دفاع کرد و رهبری هم تایید کردند. سود مافیای خودرو از قطع سازان تا تولید کنندگان رانتی آنقدر زیاد است که خبرها را هم مدیریت می کنند. سودی که باعث شده یک دست در این ترکیب حاکمیت هم دچار اختلافی جدی شود و اوقات پدرخوانده را تلخ کند. مشتبه پور محسن، لندن. گزارش که دیدین گزارش همکارم مشتبه پور محسن بود از آشکار شدن تنش میان سران سه قوه. اما دوباره همکاران من ارتباط رو برقرار کردن با آقای علوی. اگر ایشون ده. آقای علوی وقتتون بخیر. احمد علوی داشتین آقای علوی در ارتباط با احتمال وقوع ابر تورم در ایران برای ما و بینندگان صحبت میکردین، اگه صحبتتون ادامه بدین ممنون میشم. بله، من تکرار میکنم از اون جهت که تورم یه متغیر نامتعینه، در زبان اقتصادی ادبیات اقتصادی دشوار بشه پیش بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد، کما اینکه مؤلف این گزارش یا مؤلفان اون هم تاکید میکنن بر استفاده از روش تحلیل سناریو برای اینکه آینده رو نمیشه به دقت پیش بینی کرد. اما از این قضیه که بگذریم، البته دلایلی وجود داره که نشان میده که احتمال اینکه ابر تورم در ایران اتفاق بیفته بالاست. یکی ناترازی بانکی است، میدانیم خلق پول به شدت ادامه داره در بین بانکای تجاری. از طرف دیگه ما ناترازی داریم در بودجه دولت، کسر بودجه شدید و ناترازی سرمایه و فرار سرمایه از ایران. این نشون میده که اوضاع احوال به گونه ایست که میتونه این ابر تورم به وقوع بپیونده. و یکی از نشانه های دیگه این داستان هم این است که الان مصرف کننده سعی میکنه که پول خودش رو تبدیل بکنه به کالا. چرا؟ برای اینکه آگاهی داره از ارزش کاهنده پول ملی. و اون رو ما بخصوص در ارتباط با گزارشی که شما مطرح کردید، خرید اتومبیل می‌بینیم. چرا؟ برای اینکه اتومبیل تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای و مصرف کننده تلاش می‌کنه پولش رو تبدیل بکنه به کالایی که به هر حال ارزش خودش رو تا حدی حفظ میکنه. و البته این نشانه این است که به هر حال پایه پولی به شدت افزایش پیدا میکنه در کنار نقدینگی، و همه این شواهد دلالت بر این داره که سناریوی بدبین یک چیزی است که احتمال دارد.
آقای علوی، حالا صرف نظر از بحث ابر تورم، بر اساس اعلام بانک مرکزی که البته همیشه یه شک و تردیدهایی هم از سمت کارشناسان در مورد صحت اون وجود داشته و داره، نرخ تورم طی 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1401 یه چیزی نزدیک به 47% بوده. فکر می‌کنین که دولت علی‌رغم همه اصل‌ها، انتصاب‌ها، اصل‌ها، شعارها، نامگذاری‌ها، همه این تلاش‌های ظاهری که انجام میدن، اصلا قادر به مهار تورم هستن؟ یا اصلا برنامه مشخصی دارن که بتونن این تورم فعلی رو حداقل دست کم مهار بکنن؟ مقایسه بیاندازیم بین تورم ایران، منطقه و جهان، میبینیم که علارغم اون شوکی که به خاطر جنگ در اوکراین به وجود آمد، تورم بالا رفت در کلیه نقاط دنیا، بخصوص در کشورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه‌ای. الان در این کشورها تورم سویش رو به پایینه، کاهش پیدا میکنه، اما در ایران ما هیچ اثری از این نمیبینیم. اما بپردازیم به این که توانایی دولت، شما مطرح مسئله برنامه، هرچند حل مشکل تورم نیازمند یه برنامه دقیق و وسیع مورد اجماع و البته با اعتبار است، اما کفایت نمی‌کنه. حاکمیت میباید کارآمد باشه، این کارآمدی رو ندارد، نه در سطح افرادی که در دولت هستند، در حاکمیت هستند، و نه به طور کلی، یعنی این حاکمیت و این دولت در مجموع. از این گذشته، نه در فقدان برنامه و به هر حال این کفایت یا کارآمدی، ما شاهد فقدان یک مسئله دیگه هستیم، منابعی هم در اختیار ندارند. و البته نبود منابع، نبود کفایت کارآمدی و همچنین بی برنامگی و افسون بر این اعتبار و اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی هم این حاکمیت فاقده. بنابراین ما شرطی رو نمی‌بینیم که اون شرایط لازم برای تحقق کاهش تورم در چارچوب این حاکمیت، مگر اینکه به هر حال بجز اینکه سیاست‌ها دگرگون میشه، افراد دگرگون بشه، میباید ساختار و اون هم به طور اساسی دگرگون بشه. شاید بشه امید داشت با دگرگونی ساختاری در چارچوب حاکمیت و رفتن این حاکمیت، به هر حال تورم کاهش پیدا بکنه. بله، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، ممنون از همراهی شما. اسرائیل اعلام کرد در حال کسب آمادگی برای مواجهه با وضعیت وخیم دریایی و مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در دریای سرخ است. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله لبنان 10 موشک زمین به دریا در اختیار دارد که میتواند کشتی‌ها، سکوهای نفتی و تأسیسات حساس اسرائیل در کرانه دریای سرخ را هدف قرار دهد. طبق ارزیابی‌های نظامی، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی که مقادیر قابل توجهی شهپاد و پهپاد و موشک‌های نقطه‌زن دست یافتند. وزیر دفاع اسرائیل 3 فروردین گفته بود که جمهوری اسلامی سالانه 700 میلیون دلار به حزب الله لبنان، 100 میلیون دلار به گروه حماس و 10 میلیون دلار به گروه فلسطینی جهاد اسلامی کمک می‌کند. بر اساس گزارش رسانه‌های سوریه، اسرائیل مواضع نیروهای اسد و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در حومه قنیطره مورد هدف قرار داد. سوریه در ماه گذشته بیش از 6 بار مورد حمله اسرائیل قرار گرفته. در جریان حمله بامداد جمعه 11 فروردین به حومه دمشق، عضو سپاه پاسداران نیز کشته شدند. خبرگزاری حکومتی سوریه سانا نیز از زخمی شدن 5 سرباز سوری خبر داده. و همراه میشیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم. خیلی خوش آمدین. تنش‌های میان ایران و اسرائیل هر روز داره بیشتر میشه. ارتش اسرائیل مجدداً اهداف حزب الله رو ساعتی پیش در نزدیک مرز سوریه مورد هدف قرار داده. این درگیری‌ها عموماً خارج از مرزهای ایرانه. شما دورنمای این تنش‌ها رو چطور می‌بینین؟ آیا احتمال یک درگیری جدی بین دو کشور وجود داره؟ درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، اساساً جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده
که بیاد این دکترین نظامی کشور رو از اون حالت تدافعی که داشته به نوعی به یک حالت تهاجمی اون رو ارتقا بده، اون رو تبدیل کنه و از این بتونه به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه علیه کشورها در منطقه و همچنین علیه جامعه بین الملل. برای اینکه چنین کاری رو بتونه انجام بده، از اون جایی که دسترسی به تکنولوژی، به دانش، به سرمایه و به زیرساخت‌های مورد نیاز نداشته، اومده دست زده به ایجاد گروه‌های نیابتی. اتفاقی که الان در سوریه داره میافته بلخص درگیری بسیار متمرکز میان نیروهای اسرائیل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه ناشی از این هست که در ادامه این دکترین جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به نوعی یک سازماندهی مانند آنچه که تونست برای حزب الله در لبنان ایجاد کنه رو این بار در سوریه ایجاد کنه و از این طریق بتونه اسرائیل رو به نوعی تحت یک محاصره قرار بده. در کنار این بحث سایر فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم مطرح میشه که در شرایطی که به عنوان مثال می‌بینه که در سوریه امکان توسعه اون برنامه‌های خودش رو نداره مانند گذشته، میاد تمرکز خودش رو تا حدی روی بخش‌های می‌ذاره که برای حتی ارکان اطلاعاتی ارتش اسرائیل هم طبق آخرین ارزیابی‌هاشون نگران کننده بوده، از جمله برنامه موشک‌های بالستیک، از جمله برنامه شناورهایی که از دور قابل کنترل باشند و از جمله برنامه پهپادهای انفجاری. برای همینه که ما الان در شرایط فعلی که تنش‌ها در سوریه افزایش پیدا کرده، همزمان شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی به نوعی داره سعی می‌کنه حضور پررنگ‌تری رو از خودش ارائه بده در دریای سرخ، در خلیج فارس، در دریای عرب و در خلیج عمان. آقای مدرس، شما فکر می‌کنید در صورت وقوع یک درگیری جدی بین اسرائیل و ایران چه هزینه‌ها و تبعاتی در سطح منطقه خواهد داشت این درگیری؟ ببینید، چنین درگیری منطقه رو به شدت بی‌ثبات خواهد کرد. از سمتی میشه گفت که به نوعی منطقه رو میتونه به آتش بکشه، به خاطر اینکه وسعت جغرافیایی ایران وسعت جغرافیایی بسیار بزرگی هست، حمله نظامی به ایران اساساً کار آسانی نخواهد بود و اسرائیل هم داره سعی میکنه تا جایی که میتونه در ادامه اون دکترین بازدارندگیش پیش بره و با جمهوری اسلامی وارد درگیری مستقیمی نشه. اما اگه چنین جنگی بخواد رخ بده، به هر حال طرفین متحدینی خواهند داشت که اونها هم پاشون به این جنگ باز خواهد شد. ولی یک تفاوت این عمده اینجا وجود داره و اونم اینه که ساختار جمهوری اسلامی از درون هم تهی شده، از درون هم پوسیده شده و اساساً در بعد داخل کشور هم حتی با بحث بحران مشروعیت روبرو هست. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی اصلا و ابدا توان این رو نداره که بتونه بیاد با یک نیروی خارجی بخواد به مقابله بپردازه و در عین حال این هم مهمه که ما این رو به یاد داشته باشیم که اگر حمله و درگیری نظامی بخواد علیه جمهوری اسلامی رخ بده، بسیار محدود خواهد بود و به نوعی میشه گفت که محدود میشه و مختص میشه به مناطقی که در اون سایت‌های مکان‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی در اونجا قرار گرفتن. خیلی ممنونم از شما، ممنون از همراهیتون. در پی انتشار ویدئویی از اصفهان که صدای تیراندازی در آن شنیده می شود، شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داد سامانه های پدافند هوایی ایران در نزدیک پایگاهی در شهر اصفهان فعال شدند. کمی بعد اما سابر نیوز رسانه وابسته به گروه هشت شبی فعالسازی سامانه های پدافندی در اصفهان را رد کرد و گزارش ها درباره آن را جعلی خواند. اصفهان سوم اردیبهشت ضد هوایی فعال شده سمت هوا نیروز اصفهان. همکارم فرزانه بسپور اینجا در استودیو همراه ما هستش با مهمترین گزارش ها از مطبوعات. چه داری برای ما فرزانه؟ خب دیروز صدومین دربی پایتخت برگزار شد و با پیروزی 1-0 پرسپولیس در مقابل استقلال برحال جشن پیروزی گرفتن سرخپوشان و اتفاقا روزنامه های ورزشی هم صفحاتشون قرمز بود امروز.
میخوام نشون بدم تیتر روزنامه ابرار ورزشی رو. خب تیترهای روزنامه ورزشی معمولا تیترهای جنجالی و خاص هست و الان هم تیتر زده که باز هم عیسی عصای دست یحیی شد، اشارهش به گلزنی عیسی آل کثیر هست در این بازی که بار دیگه به حال تونست نجات بخش پرسپولیس و سرمربی این تیم یحیی محمدی بشه. و الان خب پرسپولیس با پیروزی در مقابل استقلال 13 بار متوالیه که در دربی بیشکست باقی میمونه و این خب طولانی ترین روند نباختن یک تیم هست و حالا الان استقلال کار سختی رو در پیش داره در برای قهرمانیش، ضمن اینکه با مثل رفسنجان و تراکتور هم بازی‌هایی رو داشته باشه. پس به دلیل نبود که من می‌دیدم همکاران پرسپولیسی ما خیلی خوشحالن و همکاران استقلالی در واقع لبخندی بر چهره ندارن. بله، اما از حواشی بازی دیروز، ورزشگاه مردانه تماما مردانه‌ای بود که باز هم حضور زنان در اون ممنوع شد. روزنامه هم‌میهن با تیتر ورزشگاه مخروبه مردانه اشاره به این کرده که خب طبقه دوم ورزشگاه آزادی در حال فرو ریختن بود، به خاطر همین بخشای از اون تخلیه شد و اشاره کرده به اینکه 60% ورزشگاه اساسا خالی بود، یعنی اینها برای اون 40% که پر کرده بودند هم نتونستن امنیت تماشاگران رو فراهم کنن. ضمن اینکه خبری هم داده که افغانستانی ها هم اجازه خرید بلیت پیدا نکردن، یعنی وقتی رفتن مراجعه کردن به استادیوم کارت ملی ایرانی ازشون خواسته بودند و اونهایی که کارت ملی ایرانی نداشتن رو اجازه ورود بهشون ندادن، یعنی به جز زنان و افغانستانی ها هم ممنوع شد ورودشون به ورزشگاه های ایرانی. ضمن اینکه حالا دلالی بلیت فروشی هم در جریان بود و خبرها مبنی بر این بود که قیمت بلیت این بازی در روی سایت دیوار حتی به 5 میلیون تومان هم رسیده بود. اما از ماجرای فوتبال و حواشیش که بگذریم، میخوام اشاره کنم به عکس هایی که خبرگزاری مهر از نماز عید فطر دو روز پیش دیروز منتشر کرده بود که در مصلی تهران برگزار شد و روزنامه‌های حکومتی امروز به صورت گسترده این عکس‌ها رو در صفحات یکشون پخش کردن. اما برخلاف این روزنامه‌ها، دیگر روزنامه‌ها، یعنی برخلاف روزنامه‌های حکومتی، باقی اعتنایی به این عکس‌ها نداشتن. روزنامه قدس یکی از این عکس‌ها رو کار کرده که با هم ببینیم، چون خیلی عکس عجیبیه، یه تصویری از بیشتر فوتوشاپی از این که حالا یک جمعیت کثیری اینجا وجود داشتن. تیتر هم زده که ایران متحد. روزنامه جوان هم به همین ترتیب این عکس رو کار کرده و با تیتر همه کنار هم، حالا روش عکس خامنه ای هم میبینیم. اما روزنامه جوان تو همین موضوع یک در واقع تصویر دیگه ای هم کار کرد. نمیدونم اگر روزنامه جوان رو داشته باشیم، امروز به موضوع رفراندوم هم پرداخته. به نظر میاد مطالبه رفراندوم اونقدر در جامعه به یک گفتمان اساسی تبدیل شده که نه فقط اون نشست مجازی که در کلاب هاوس برگزار شد و برای گفتگو درباره نجات ایران چهره‌های سیاسی از داخل و خارج از کشور پیام داده بودند و از مطالبه رفراندوم برای تغییر قانون اساسی صحبت کرده بودند، به نظر میاد این گفتمان رفراندوم خیلی کثیرتر هست در جامعه، که روزنامه جوان و دیگر روزنامه‌های نزدیک به حکومت مجبور شدن امروز تقریباً 5-6 تا هر کدوم یادداشت و گزارش راجع به این کار کنن که چرا نبایستی رفراندوم در اولویت قرار بگیره و چرا، یعنی در توجیه حرفهای خامنه‌ای اقدام کرده بودن. به هر حال این حراسان بودن و دستپاچگیشون رو میشه در همین تعداد زیاد یادداشت هایی که در موضوع رفراندوم کار کردن دید. اما در خصوص همین ماجرای فتوشاپ عکس، من میخوام روزنامه فرهیختگان رو با هم ببینیم، چون این روزنامه خب خودش در ردیف روزنامه‌های حکومتیه و می‌خواسته هم که این عکس بزرگ حضور جمعیت نمازگزار رو با تیتر ترکیب برنده کار کنه
ولی وقتی تو صفحه داخلیش رفته دیده اگر عکسو بزرگ کنه فتوشاپش معلوم میشه. اینه که تو عکس داخلی ما بوته و سبزه میبینیم به جای عکس جمعیت نمازگزار. خلاصه درگیر بودن. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر روزنامه‌ها، چون از شرق و میهن و دنیای اقتصاد من یه ترکیبی از روزنامه‌های امروز انتخاب کردم که عکسشون رو با هم ببینیم، که اتفاقا نشون میده که گول این لیست این عکس جعلی رو نخوردند و پرهیز کردند از نمایش جعلی جمعیت متحد نمازگزار. نمیدونم ترکیبشو داریم یا نه. عکسی که به من نشون دادی حتی منی که سررشته ای از فتوشاپ ندارم کاملا مشخص بود برام که این عکس دستکاری شده است. دقیقاً اتفاقا روزنامه اعتماد هم فقط در یک گوشه ای از تصویر یک عکس خیلی کوچک کار کرده بود در صفحه آخرش و گفته بود این عکسی که خبرگزاری مهر به اسم نماز مصلا کار کرده، یعنی اونها هم میدونستن نقل قول که نقل قوله. روزنامه توسعه ایرانی نداشتیم اما خب پشت سر تو عکسای برخی از روزنامه ها رو داریم. روزنامه که توسعه ایرانی امروز یه جسارت خاصی رو به خرج داده و اومده گفته اصلا نماز جمعه ها در ایران صفوف شکسته شده دیگه، از اون نماز جمعه ای که زمانی مرحوم طالقالی میخوند و جمعیت میلیونی حتی پشت سرش میایستادن خبری نیست تو سال 58، و کم کم جمهوری اسلامی حتی به حال اون قشر مذهبی وفادارش رو هم اونقدر از دست داده که دیگه فیربوندارانش مخاطبی ندارن، چه نماز جمعهش چه نماز عید فطرش. اما از این موضوع بگذریم، از دیگر موضوعات بحث اقتصاد چه داریم؟ به خاطر که ما در خبرها هم کار کردیم یک بحث ابر تورمی مطرح شده بود. آره، من اتفاقا یک گزارش خوبی دیدم از روزنامه هم‌میهن، یک نظرسنجی در مؤسسه اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران برگزار شده. از بیش از 400 اقتصاددان در داخل کشور پرسیده شده که آینده اقتصادی 1402 رو چگونه میبینن، بیمها امیدهاشون چیه. گزارش تکاندهنده ایست. اونها البته گفتند حل مشکل اقتصاد بیش از پیش به سیاست خارجی گره خورده، اما آنچه که در واقع چشماندازی که ترسیم کردن مشارکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشمانداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1402 بسیار ناامید کننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی خواهد بود، حتی برخلاف پیشبینی بانک جهانی اون رو منفی پیشبینی میکنند. نرخ تورم سعودی رو در دامنه 48 تا 51 درصد تخمین میزنند، در حالی که الان آمارها 37 درصده. قیمت ارز رو در خوشبینانه ترین حالت 70,000 تومان و در بدبینانه ترین حالت 90,000 تومان پیش بینی میکنن نرخ ارز رو. بله، نرخ دلار رو. البته همه اینها منوط به اینه که سیاست خارجی ایران کماکان به این ترتیب باقی بمونه. مشکل سیاست خارجی هم معتقدند که روی یک موضوع در واقع توافق دارن که مشکل چه هست، و اون هم حکمرانی نامناسب و نامطلوب اقتصادی و سیاسی، یعنی در واقع حاکمان و مدیران هستن که مشکل اصلی هستن، حتی تحریم هم نگفتن. اولویت‌های اصلاحی کشور هم چه باید باشد؟ از نگاه این 410 اقتصاددان اولویت گسترش تعاملات بین‌المللی سیاسی و اقتصادی تجاری باید باشد که در واقع نیازمند اصلاح سیاست خارجی است. نگاهی هم داشته باشیم به روزنامه دنیای اقتصاد. نگاهی کرده، حالا ما اشاره کردیم به اینکه نیاز هست به اصلاحات اقتصادی تجاری، روزنامه دنیای اقتصاد گفته، یعنی تیترش اینه، حصار 11 ساله تجارت خارجی. نگاهی به آمارهای 11 ساله تجارت خارجی در ایران نشون میده که از سال 91 تا 1401 حجم تجارت خارجی ایران 19 درصد فقط رشد داشته. خیلی وضعیت فاجعه باریه. و از گزارش‌های اجتماعی هم در بخش بعدی به گزارش روزنامه شرق و اعتماد اشاره خواهم کرد که موضوعات جالبی رو بهش پرداختم. این بحث در واقع تورم و اقتصادی گفتی کنم خیلی بحثی باشه که بیشتر بعد می‌تونیم قسمت حتما. بعدی در موردش صحبت بکنیم. فرزانه خیلی ممنون از همراهیت. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایقی دیگر رأس ساعت 8 با شما خواهیم بود. با ما بمونید.